گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. ما تمدن رو به خط کوفی نوشتیم، به خط سلس نوشتیم، به خط شکسته نوشتیم، به خط نستعلیق نوشتیم. کاش میشد یک بار دیگه خط تمدن رو به خط میخی نوشت. عرض ادب خدمت شما امیران عزیز، ارجمندم، سپاسگزار از همه مراحم شما، لطف شما نسبت به خود برنامه و شرکت کنندگان برنامه و دیدم شما زیادی از هموطنان نسبت به برنامه که درباره مس داشتیم خیلی اظهار عنایت و محبت کردن، پرسش‌هایی داشتن، حتی اونا رو با دکتر نوذری در میان خواهیم گذاشت. در برنامه امروز چند مهمان داریم. در برنامه کوتاه امروز یکی مبحث سرمایه‌گذاری های کلانی است که الان در آمریکا و شنیدم در اروپا و همینطور داره روی ایجاد باشگاه های ورزشی میشه. نسل جوان خیلی گرایش پیدا کرده به ورزش، دانشگاه هم همینطور. به خاطر باشه در دوره ما که توجه دانشگاه بیشتر مسائل سیاسی بود، اجتماعات سیاسی، فعالیت گروه های مختلف در میان دانشجویان، سخنرانی ها، همایش ها، حتما برخی دهه 1960 تا 70 به خاطرشون هست که چه خبر بود در خود آمریکا. هربرت مارکوزه چه میکرد، بقیه متفکران و فیلسوفان از این دانشگاه به اون دانشگاه میرفتن، سخنرانی میکردن، بعد سخنرانی های مشرشه علیه جنگ ویتنام و حالا توجه بیشتر به ورزش و سرمایه گذاری روی ورزش. در برنامه امروز مهمانی داریم، بعدا رو معرفی میکنم به شما. خانم لادن همایون صفت خودش در لس آنجلس یک کلاب داره، کلاب سلامتی، ورزش و تغذیه. جالبه هموطنان ما هم در این نشره و آل شدن، به ویژه خود لادن که قهرمان تکواندو هم هست. و ما در منظری از برنامه میپردازیم به مسئله مارچ وان، یک پروژه سفر به کره مریخ، ولی با بلیت یک طرفه. میروید دیگه، برگشتی توش نیست، امکان برگشت وجود نداره. ازش به عنوان پروژه خودکشی یاد شده. جالب شما بگم که تعداد زیادی ایرانی برای رفتن به کره مریخ، یعنی سفر بی بازگشت به کره زمین، اعلام آمادگی کردن، ثبت نام کردن. در این باره با یک کارشناس صحبت میکنیم همینانم. و اما اجازه در منزل نخست بریم به سراغ آفریقا. این همه بدبختی بیچارگی در اون ببیشه در منطقه غرب آفریقا و شیوع یک بیماری وحشتناک که ازش به عنوان تراژدی قرن داره یاد میشه به نام ابولا. کارشناس مسائل بهداشت و دارنده درجه دکترا در این رشته، یعنی دکتر حسام نوذری با ما. دکتر نوذری روزتون بخیر، خوش آمدید. لطف دارید. اولا میخواستم نظرتون راجع به این سرمایه گذاری های کلانی که روی باشگاه ورزشی میشه تو آمریکا، ایرانی هم خیلی در این زمینه فعال شدن، جویا بشن. خیلی فرق کرده این نسل با نسل گذشته نیست؟ خود منم میرم در آمریکا. اینجا در آمریکا جالب. مثلا شما چه ساعتی انتخاب کنید؟ قبلا صبح زود میرفتم، ساعت 5 صبح. 5 صبح. و چه تعداد میومدن؟ زیاد میومدن. زیاد میاد. شلوغ میشه. بله. و چه مقداری پردازید؟ خیلی کم، ماهی $30. ماهی $30، یعنی روزی $1. خب پس حتما خیلی توش به اصطلاح در آمده و بازگشت پول که این همه داره سرمایه گذاری میشه روی ایجاد کلاب ها و باشگاه ها. نمیدونید. خب دکتر نوذری، ابولا داره بیداد میکنه. میخوام اطلاعات بیشتری بدید درباره این بیماری که شایع شده در آفریقا. ایبولا یک ویروس هست. 1976 خب در کنگو زایر اون موقع بهش میگفت. بله. شناسایی میشه. خب ظرف 2 روز تا چند هفته بیمارها میکشه، دوچار این عفونت میشن و از بین میبره اونها رو. حدود 90% از بین میرفتن، الان 80%. بنابراین تقریبا 8 نفر میمیرن حداقل و الا 90%. نه واکسنی براش هست و نه معالجه براش هست. خود این ویروس اسمش رو از یک رودخانه گرفته، رودخانه ایبولا در کنگو. و خیلی از دکترها و نرسام این بیماری رو گرفتند. چرا؟ چون وسایل پیشگیری ابتدایی هست، بیمارستان ها آلوده هستند، وسایل ضد عفونی وجود نداره و از این بیماری میترسند. جالب اصلا در گزارش شما بود که یک خانواده ای به طور مخفیانه یکی از اعضای خانواده رو که مبتلا به ابولا شده اونو به خاک میسپارن و 12 نفر اعضای خانواده این بیماری رو گرفتن. از کی؟ از به اصطلاح جسد بیمار. چون چرا مخفیانه کف رو دفن میکنن؟ به خاطر که دولت اونا رو شناسایی نکنه، چون قرنطینه میکنن اونها رو. یعنی بقیه‌رم قرنطینه، بقیه‌رم میگیرن. برای اینکه قرنطینه نشن. اما متاسفانه وقتی که خود این اشخاص فرد فوت شده رو دفن میکنن، اون رو میبوسند یا اینکه اون رو شستشو میدن به خاطر مراسم مذهبی، و یا اینکه دست میزنن به جسد فرد فوت شده برای خداحافظی با اون، و همینها باعث میشه که با مایعات در تماس هستند و آلوده میشند. به این علته خود ویروس ایبولا جزو ویروس های جنگی محسوب میشه. عجب. ما چند تا ویروس الان، ویروس جنگی یعنی ویروسی که بشر ساخته یا نه، جزو ویروس های محسوب میشه که میشه در یک دولت بیمار میتونه ازش استفاده کنه. عجب. بنابراین وقتی که شما ایبولا رو میبینید این زنگ خطر به صدا در میاد که بعدن خب راهی وجود داره که بشه فهمید که طبیعی رخ داده یا اینکه مصنوعی هست. بله. روس‌ها در این زمینه خیلی فعال و در زمینه تولید میکروب هایی که ازش به عنوان جنگ افزار استفاده میشد. متاسفانه بقیه کشورهای خاورمیانه هم در این زمینه خیلی فعال شده بودن. سوریه دوره صدام حسین تلاش برای تولید جنگ افزارهای میکروبی و از این قبیل. بس ابولا هم یکی از ویروس هایی است که میشه در جنگ ازش استفاده کرد. بله. خب دلیلش چیه؟ چرا؟ ببین ما حدود چند میلیون، شاید چند بیلیون ویروس روی کره زمین داریم. چند بیلیون؟ بله. میلیارد. و 5000 ویروس تا حالا شناسایی شده در 100 سال گذشته. یعنی تقریبا ما هیچ چیزی نمیدونیم از ویروس ها. ما تقریبا هیچ چیز نمیدونیم در مورد ویروس ها و راه معالجه هم ندارن. مثل باکتری ها نیستند. باکتری ها میشه فرض کنید آنتی بیوتیک استفاده کرد که اونها هم کمتر و کمتر موثر هستند، ولی یک همچین چیزی در مقابل ویروس ها نداریم. چون ویروس زنده نیست. ویروس یک اطلاع ژنتیک هست که وارد گیاه میشه، وارد باکتری میشه، وارد انسان میشه، وارد حیوان میشه و از سلول های اونها استفاده میکنه برای تکثیر خودش که بعد بر اثر تکثیر اون سلول منفجر میشه و اینها میتونن سلول های دیگر رو آلوده بکنن. خب برای خودش بالقوه چیزی مگر اینکه سوار بر یه سلول بشه. دقیقاً ویروس ایبولا از خفاش میاد یا میمون یا شامپانزه. خفاش میتونه میوه رو بخوره، بزاق دهان خفاش میوه رو آلوده میکنه، میوه از درخت میفته، یه نفر میاد اون رو میخوره و آلوده میشه و ظرف مدت 2 روز، 3 روز، 1 هفته یا 2 هفته، 3 هفته حد اکثر این بیماری رو میگیره و سریع از بین میره. عجب. به کلیه و به جگر صدمه میزنه و در بسیاری از موارد به خونریزی داخلی منتهی میشه و بر اثر خونریزی فرد از بین میره با سردرد زیاد، درد مایچه، درد بدن، مشکل دستگاه گوارشی. مرگ بدی داره این بیماری. البته استفاده از ویروس ها یا میکروب ها عمدن چیز تازه‌ای نیست. نه در تاریخ به چند هزار سال پیش برمیگرده. برای مثال یونانی ها برای شکست دشمنانشون از جسد استفاده کردن، جسد آلوده که اون رو در چاه آب شهرهایی مینداختن که قصد حمله به اونها رو داشتن. یعنی منابع آب دشمن رو آلوده میکردن. دقیقاً. بنابراین برخلاف تصور جنگ ویروسی یا جنگ میکروبی چیز تازه‌ای نیست اصلا. یا اینکه رومی ها نیزه های خودشون رو به بدن سربازهای مرده اما آلوده آغشته میکردند یا تیر رو. خب که وقتی اونها رو از تیر کمان رها میکنند یا نیزه رو پرتاب میکنند، قربانی رو مبتلا میکنه. اگر نکشه آلوده میکنه و اون آلودگی اون رو از بین میبره. احتمالاً طاعون معروف اروپا که چند میلیون نفر رو کشت، اون هم احتمالاً عمدی شروع میشه. نمونه‌های زیادی هست. در سالهای نزدیکتر انگلیس ها از پتوهایی که بیمارها برای بیمارهای آبله برای مثال یا سیاه زخم، پتوهای اونها رو به عنوان هدیه به دشمنانشون میدادن، اونهایی که میخوان از شرشون راحت بشن، اما به عنوان هدیه. و اونها خب نمیدونن که این پتو آغشته است و اونها هم آلوده میشن به سیاه زخم یا به آبله، که این رو هم در امریکا استفاده کردند، هم در هندوستان. به تاریخ جنگ ها که نگاه کنیم، مثلا ایرانی ها بابا پس خیلی معصومن. مجموعه تمدن های خاورمیانه در این زمینه ها تقریبا تجربه، مثلا وقتی نگاه میکنیم به تاریخ اسارتگیری توسط ایرانی ها متوجه میشید برای یک جایی ایرانی ها حتی حاضر نبودن یک اسیر به مدت 5 روز حبس نگه دارن، اونا رو فوراً آزاد میکرد. نمونهش دوره کشتاسب، در دوره همین زرتشت 63,000 اسیر رو در فاصله 3 روز آزاد میکنن. حاضر نیست این را نگه دارن، میگن باید برگردن به خانه و سر خانه و زندگیشون به مملکت خودشون، بهشون تازه پول هم میدن. ببین در ژاپن در جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها از بسیاری از ویروس ها استفاده کردن برای آزمایش روی زندانی ها. درست. یعنی متاسفانه خشونت هم سابقه تاریخی داره، هم کماکان ادامه داره. و هنوز خیلی از کشورها هستن. خود من سال 2004 در یک شهر بودم به اسم شهر ممنوع در یوکرین، نیپروپتروفسک، که یک آزمایشگاه هایی ندارند. تو این آزمایشگاه ها پر یخچال هایی هست که توش باکتری و ویروس نگهداری میشده در زمان شوروی، در زمان جنگ سرد، و متخصصین زیادی دارند. من توی شهری اونقدری که دکترای میکروبیولوژیست دیدم تا حالا ندیدم. یعنی تصور نمی کردم در یک شهر ممنوع بسته این همه دانشمند میکروبیولوژیست باشه، تا اینکه متوجه شدم که بخشی هستن از این دستگاه. ولی امروز بیکارن دیگه. نی بیچاره. چیزی که نگران کننده هست این هست که اینو دقیقا همینطور است که بهتون میگم، شما توی وارد یک آزمایشگاه میشید، یخچالا هر کسی میتونه به اینها دسترسی پیدا کنه. یعنی اگر برق بره آیا این میکروب ها دوباره زنده میشن؟ ویروس ها چی میشن؟ یعنی به قدری ابتدایی هست، چون شوروی از بین رفته. این میکروب ها و ویروس ها هستند. این معبود چند سال پیشه؟ 2004 رفتی. درست. 10 سال پیش اونجا بودم. آره، با یه آمریکایی رفتید. بله. و تغییری نکرده. نه. خب این جلو ابولا رو میشه گرفت؟ یاد باشه یه دفعه حتما نمیشه گرفت. شما میتونید به بیمار کمک کنید، شاید سیستم دفاعی خود بیمار غلبه کنه به ویروس، اما دارو نداره. برای مثال از دست دادن آب بدن بیمار جلوگیری میکنید. برای مثال اگر بیمار عفونت دیگه پیدا کرد اون رو معالجه میکنید. یعنی مرتب کمک میکنید به بیمار تا اینکه بتونه خودش از شر این ویروس راحت بشه. والا نه معالجه برای ایبولا هست و نه واکسنی وجود داره. در 1000 سوم. عجیبه. خیلی عجیب. تشکر. خواهش میکنم. بازم با دکتر نوذری خواهیم بود در ساعت بعد. همین اجازه بدید که برنامه منزل دیگه از برنامه امروز بشنویم. خب بریم به سراغ مارچ وان، سفر به کره ماه، پروژه شماره 1، سفر بی بازگشت، بلیت یک طرفه. جالبه که تعداد زیادی ایرانی ثبت نام کردن، تا این لحظه 300,000 نفر اعلام آمادگی کردن. به نظرم نشانه ناامیدی از کره زمینه، یعنی آدمای حاضرن برن و در یک کره دوردست اونجا با زندگی خداحافظی کنن، با یه آینده نامعلوم. اجازه با یک فیزیکدان در این زمینه صحبت بکنیم، کارشناس استاد دانشگاه دکتر علی نیری عزیز. درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی و بینندگان محترم و گرامی برنامه‌تون. دکتر نگیری، این که پاری از تحلیلگرها میگن این پروژه خودکشیه، اغراق میکنن یا واقعیته؟ یعنی نه واقعیته. حالا واقعیت. به نظر من آقای میبودی به غیر از مسائل زیستی و زیست محیطی، مسائل روانی قضیه خیلی مهمه. انسان به طور طبیعی، انسانها موجودات اجتماعی هستند. اینکه هر 2 سال یک بار قرار هست در این پروژه مارس وان یا بهرام 1 یا مریخ 1، حالا هرچه اسمشو بذاریم، هر سال فقط 4 نفر فرستاده بشن و هر 2 سال یک بار 4 نفر فرستاده بشن، شما ببینید اون عده‌ای که اولیه‌ای که اونجا خواهند رفت چه تنهایی مطلقی رو دارن. و شما ببینید یکی از سخت‌ترین شکنجه‌هایی که متاسفانه هنوز در بعضی از کشورها انجام میشه زندان انفرادی است. در واقع اونجا هم یک نوع زندان انفرادی خودخواسته خواهد بود. کاملا درسته. خب به چه دلیل میگن که بی بازگشته؟ چرا نمیشه برگشت؟ خب ببینید، اولا این پروژه قرار هست که از در سال 2018 اولین فضاپیماهای یا به حال مریخ‌نوردهای بدون سرنشینش رو روی سطح کره بهرام بشونه. بله. و 2023 یعنی 5 سال بعد قرار هست که 4 نفر نخستی که اونجا هستن رو بنشونه. سیستمی که فعلا طراحی شده سیستمی هست که یک طرفه است، یعنی فقط اینها میتونن به اونجا برن، این فضاپیماها، و هنوز اینکه بتونن چطور از اونجا 2 مرتبه، برای اینکه خیلی هم واضحه ما هنوز منابع سوختی اونجا نداریم که اونا بتونن 2 مرتبه اونجا سوختگیری کنن و 2 مرتبه از میدان ثقلی یا گرانشی مریخ کنده بشن و به سمت زمین بیان. برای همین هم است که در واقع این فضاپیماها از طرف زمین به اونجا پرتاب میشه و شاید یه زمانی ما دیپوی این فضاپیماها رو در مریخ ببینیم. حداقل در وهله اول و با تکنولوژی که امروز ما داریم به این گونه هست. ضمن اینکه هنوز ما از نظر ساختن عمارات و بناهایی که سازگار باشه با میزان جاذبه کمتری که جاذبه ثقلی یا گرانشی کمتری که در مریخ وجود داره و یا اتمسفری بسیار بسیار رقیقی که در مریخ وجود داره که همین باعث میشه دائما در معرض پرتوهای بسیار مرگبار کیهانی قرارش بده و عملا نبودن یک میدان مغناطیسی قوی شبیه اون چیزی که در زمین هست که مانند یک سپری ما انسانها رو روی زمین محافظت میکنه، باعث میشه که من خیلی هنوز با تردید به این نگاه کنم. یعنی واقعا میگم مسائل روانشناختیش اینجا هست، مسائل زیست محیطیش هست، اینکه ما هنوز بناهای مناسبی نداریم که انسانهایی که اونجا میرن پناه بگیرن هست. و همونطور که شما به درستی گفتید جناب آقای میبودی، واقعا این یک نوع خودکشی است. میدونم انسانها به هر دلیلی از این دنیا خسته شدن، ولی به حال شاید این یک نوع تقاضایی برای مرگ باشه. حداقل با تکنولوژی که الان هست شما حساب کنید وقتی که هر 2 سال یک بار ما 4 نفر را بفرستیم، بعد از تازه 10 سال شما 20 نفر را اونجا دارید. چقدر طول خواهد کشید تا بتونن جمعیتی رو به وجود بیارن که یک مقدار بشه شبیه کمونی به وجود بیاد، یک جامعه‌ای به وجود، یک اجتماعی به وجود بیاد. در حال حاضر فکر نمی کنم شرایط این باشه که بخوان اونجا انسانها تولید مثل بکنن و بچه‌ای رو اونجا به دنیا بیارن. هنوز اون امکانات هم وجود نداره. بنابراین همه اینها مسائل هست که باید بهش به واقع توجه بشه. کاملا. حالا به بعد بفرمایید که بنیان یا صاحبان این تر، اصحاب این تر، هدفشون چی توصیف کردن؟ چه هدفی دارن؟ هدف این است که در واقع میخوان به یک نوعی کلونایز یا استعمار و استثمار بکنن این سیاره دست نخورده و احتمالاً تنها سیاره‌ای که هنوز امکان این رو داره که درش ساخت و ساز انجام داد و انسانها رو درش نشان. ولی همونطور که میدونید این یک پروژه خصوصی هست هست، توسط هیچ دولتی حمایت مستقیمی نمیشه و یکی از آرزوهای بشر همیشه این بوده که چه خواهد شد اگر زمانی زمین دیگه قابل زیستن نباشه. عجب. آیا اون زمان بشر آماده خواهد بود که نسل آیندهش رو نجات بده از زمینی که در حال از بین رفتنه؟ خب به عنوان یک فیزیکدان به بنده بفرمایید که خود شما چی پیش بینی میکنید؟ چی نگرانی ها و دغدغه هایی درباره زمین دارید؟ من شدیداً فکر میکنم زمین هنوز پتانسیل های بسیار زیادی داره. ما انسان هایی هستیم که به نه حقوق انسان ها رو رعایت کردیم، نه حقوق حیوانات رو رعایت کردیم و نه متاسفانه حق زمین رو به جا آوردیم، برعکس اون چیزی که شاید گذشتگان ما به خصوص در فرهنگ ایرانی شما میبینید که توجه خاصی به طبیعت بوده، اما متاسفانه در اکثر فرهنگ های دینی آن زمانی که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برگزیده خداوند در اینجا در روی زمین مطرح میشه، این اجازه رو مییابه که تمام جانوران رو، تمام طبیعت رو در انحصار خودش بیاره بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی که میتونه داشته باشه. شما در خود ایران ما نگاه بکنید که یک زمانی در تمام سنگ نوشته ها شما میبینید که تصاویری از شکار شیر توسط پادشاهان ایرانی بوده. امروز اصلا دیگه شیری در ایران وجود نداره و این سمبل شیر برای ایران به نظر من خیلی بی‌مسما شده با توجه به شرایطی که به وجود اومده. دریاچه ارومیه ما عملا از بین رفته، البته سوء مدیریت ها بوده، ولی در مقیاس کلی و جهانیش هم همین هست. انسان ها دارن با قدرت هرچه تمامتر این اجازه رو به خودشون میدن که به زمین تجاوز کنن و شما میدونید الان به اندازه ایالت تگزاس، ایالت تگزاس 80% کشور ایران رو تشکیل میده. بنابراین شما فکر کنید یک مجموعه که 80% ایران هست، یک جزیره پلاستیکی الان در اقیانوس کبیر، در اقیانوس آرام شناوره. پلاستیک تجزیه نمیشه و برای قرنهای متمادی به عنوان یک آلاینده در روی زمین باقی خواهد بود و نهایتا این که حتی باعث خواهد شد که حیات وحش رو هم از بین ببره. بنابراین من فکر میکنم شاید به جای فرار از روی زمین باید تغییر الگوی زیست محیطی داد، باید به مردمان آموزش داد. در همین آمریکا مطمئنم آقای میبودی شما شاهد این هستید که در تابستان ها اونقدر درون ساختمان ها، به خصوص ساختمان های دولتی و یا ساختمان هایی که به حال متعلق به یک نوع شرکت های خصوصی خاصی هستند، اونقدر سرد میشه که بعضی حتی با یک پلیور توی ساختمان ها هستن در تابستان و در زمستان اینقدر گرم هست که همه با آستین کوتاه و تیشرت دارن راه میرن. خب طبیعت قراره که به خاطر تغییر آب و هواش ما هم تغییراتی در پوششمون بدیم و این استفاده عظیمی از انرژی که میکنیم که باعث استفاده بیشتر ما از سوختهای فسیلی میشه، نهایتاً به گرم شدن زمین کمک میکنه. اتفاقی که در ایران افتاد بیش از هر چیزی مسئولیتش گرم شدن زمینه. در تهران اون در واقع طوفان غباری که اومد ناشی از گرم شدن زمینه. الان متوجه شدیم که از اون تخمین اولیه‌ای که میزنیم تا پایان این قرن زمین گرمتر و گرمتر خواهد شد و عامل اصلیش هم اتفاقا بخار آب هست. یعنی ما بیش از هر چیزی به علت جمعیت زیاد و آلاینده هایی که تولید میکنیم زمین رو داریم گرمتر میکنیم. برای مجموعه اینا به نظر من ما اگه بتونیم از بچگی به بچه هامون آموزش بدیم که به طبیعت احترام بیشتری بگذارن، درختکاری بکنن، به ارزش آب رو بدونن. حتما آقای میبود شما بیشتر از من میدونید جنگ های آینده قطعا بر سر منابع آب خواهد بود. همین الان یکی از درگیری هایی که در منطقه ما هست بین ترکیه و عراق سپارچه و سوریه چند تکه بر سر رسیدن به منابع آب دجله و فرات هست. این مسئله در آینده بسیار بیشتر خواهد شد. در بین ایران و افغانستان روی رود هیلمند این مشکل هست. در آینده به نظر میاد که جنگ ها برای آب خواهد بود نه برای انرژی. خب کسانی هستن که مجموع اینها رو در نظر میگیرن و فکر میکنن یک زمانی خواهد رسید که این بشر ناعاقل نهایتا این منابع رو تمام خواهد کرد به خسران خواهد کشید و در نتیجه باید به فکر این بود که نسل آینده رو نجات داد. و خب این گروه متخصصین به این فکر افتادن که هدف بعدی باید جایی مثل مریخ باشه. تشکر. همینانم میخوام بار آینده از دکتر نیری بپرسم با توجه به این مجموعه اطلاعاتی که اخیراً و به دنبال انقلاب تصویری که پدید آمده در دنیا به دست ناسا افتاده، ما هر روز اطلاعات جدید پیدا میکنیم از کهکشان، از پیدایش نمیدونم سیاره‌های فراخورشیدی و این مجموعه اطلاعات، آیا فرضیه بیگ بنگ رو تقویت میکنه یا اینکه نه ما باید به تدریج با این فرضیه هم خداحافظی کنیم، در صدد تراشیدن یک فرضیه جدید باشیم؟ موافقی دکتر؟ با کمال میل. پس همینانم پس فردا با تلویزیون باشید تا ببینیم جواب دکتر نیری عزیز ما به این سوال چیست. دکتر نیری خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم از دعوتتون آقای میبودی، همیشه باعث خوشحالی و خوشبختی منه. تشکر میکنم. تا دیدار دیگر. امیر درخشان عزیزم برنامه رو کارگردانی کرد. از این صمیمانه سپاسگزارم. از دالان موسیقی عبور میکنیم و میریم تا برنامه بعد.